سلام خدمت همراهان گرامی و روزتون بخیر. پویانم و در خدمت هستم با یک قسمت دیگه از آموزش بازی لیگ آف لژنز و این بار با کاراکتر ازویل قرار در خدمتون باشم. کاراکتر ازویل یکی از کاراکتری که اول بازی برای خیلی محبوبه، به خاطر اینکه میبینن بعضی میان خیلی خوب باش بازی میکنن، همینجور سریع میزن میکشن، بعد هر وقت میخوام بزنه سریع در میره خیلی راحت و خب به خاطر همین جذابیتش بالاست، همه فکر میکنن که به همین راحتی بازی باشه. مخصوصا قابلیت ایش که اینجوری خودش یه حالت این فلش رو داره خب خیلی کمک میکنه به قضیه. منتها درسته کاراکتر خوبیه و چند تا آپشن خیلی خوب داره. اولین و مهمترینش اینه که این کیوش فقط 28 تومانه میگیره و 5.5 کول دانشه، یعنی هیچ تقریبا توی این بازی، یعنی توی چیزی بعد از کیو کارتوس بکنم یکی از سریع ترین ابیلیتی ها باشه. منتها چند تا داستان راجبه قابلیت هاش وجود داره. اولین چیزی که باید راجبش بدونیم پسیوش هست که تا 5 بار میتونه ذخیره شه. شما هر بار چمپیون دشمن رو بزنید 10% هم بهتون چیز میده، اتک اسپید میده. فقط نکته اینه زدنش با ابیلیتی ها نه با اتک عادی. هر با یکی از ابیلیتی هاتون به دشمن بخوره 10% برای 6 ثانیه بهتون اتک اسپید میده، یعنی اگه مثلا 4 بار بزنید 40% اتک اسپید، خیلیه. و نکته بعدی این که کیوش درسته هم مانای کمی داره و هم کولدان پایینی داره، دمیجش شاید خیلی نباشه، ولی نکته اینجاست که در زدن دشمن با این ابیلیتی اصلا خصوصیت خارج ندین، به خاطر اینکه هر بار که میزنیدش جدا از اینکه این پسیوتون فعال میشه بعد اتک اسپید میگیرین، از اون طرف تمام کولداناتون 1.5 ثانیه میاد پایین. نکته دیگه، نکته بعدیش اوربتون هست. این اورب وقتی که به دشمن یا هر آبجکتی مثلا تاورها بخوره باعث میشه که اتک بعدی که به اون میزنید یه دمیج اضافه ای بگیره. این بعد این 4 ثانیه میمونه و اگه بزنیدش منفجر میشه 80% به علاوه درصدی از دمیج و ابیلیتی پاورتون میاره دمیج میزنه. یه نکته دیگه، اگر این رو زدید به دشمن یا تاوری چیزی و بعد با یه ابیلیتی بزنیدش که طبعا بعد با اولتیمیت باشه یا کیوتون، اتفاقی که میفته 60% ماناتون رو برمیگرده، یعنی مانش مثلا 60 از مانای اون ابیلیتی رو برمیگرده، یعنی بهتون 60 تا مانا میده خلاصه. حالا مثلا فرض کنین اگر با اولتیمیت زدین و 100 تا مانا زدین 60 تا مانا رو بهتون برمیگردونه. این چند تا پسیو اینها رو اکثر بازیکنایی که تازه شروع میکنن اصلا خبر ندارن، داستان اتک اسپید این، داستان کولدان این و داستان برگشت مانا این، و برای همینه که شما میبینید تو بازی مثلا این 4 تا ابیلیتی خب مانامون تموم شد چی شد، اون یارو خیلی سریع میزد، داستان چیه؟ خب اون سرعتش مال این بوده، اینکه هی تون تون میتونست قابلیتاشو بزنه به خاطر این بوده و اینکه هی ابیلیتی میزد و مانش تموم نمیشد به خاطر این بوده. بعد در نهایت خب داریم میبینید که داستان چیز رو داریم، تلپورتش رو داریم که نکته ای که وجود داره اگه این رو نزدیک دشمن بزنید دشمنتون دمیج هم میخوره. و نکته اینجاست، میگم این ابیلیتی فقط دبلیوتون حواستون مشاله همینجوریش که نباید اصلا برای چیزها بزنید، برای مینیون ها اینا بزنید، ولی در کل حواستون باشه که کولدان بالایی داره و بعد از اینکه زدیدش طول میکشه تا دوباره بتونین استفاده کنین، بنابراین حالا خوشحال نشین که خب یه چیز داره فلش داره و حواستون باشه که دائم از این کیو استفاده کنین تا کولدانش بیاد پایین. الان نگاه کنین اینجا من زدم 25، ببینیم رو مینیون ها اثر داره، این کیوش رو مینیون هاست. بنابراین نتیجه منطقی این که اولین چیزی که باید زیاد کنین کیوش هست و نکته بعد این که هر دفعه این رو ببرید باید کولدانش هم میاد پایین. حالا این وسط نگاه میکنید اگه میبینید به دلایلی، من میگم هر کی گیم پلی خودش رو داره، اگه به دلایلی این هم دور این چرخید، به دلایلی به قول معروف میبینید که مثلا این براتون بیشتر مهمه تا دمیجی که به طرف میزنید، خب
اول این رو زیاد کنید. ولی من توصیه می کردم این رو زیاد کنید. من همیشه گفتم بهترین دیفنس آفنسه و به خاطر همین میگم که اول اون رو زیاد کنید و بعد چیز بزنید. من الان چون دشمن چیز ندارم، چمپیون دشمن دور برم نیست، نمیتونم زیاد هی کولدن و مانا بگیرم. مانا حالا کولدن که دارم میگم. کلیتش چیز عجب غیبی دیگه نداره. خب اما در خصوص آیتم ها، ابتدای بازی یکی از این دو تا آیتم رو بر اساس اینکه فکر میکنید که بازیتون هجومی یا دفاعی باشه باید بگیرید. اگه فکر میکنید دشمنتون مثلا به هر دلیلی فرض کنه مثلا کیتلینی که خب خیلی پاک اول بازی است، یعنی آذر اذیت اول بازی زیاده و به کیوش میتونه خیلی اذیتتون کنه، خب طبعا دورانس بلید رو بگید. ولی اگه ببخشید دورانس شیلد رو بگید. ولی اگه فکر میکنید برعکس مثلا حریفتون رنجش کمه و میتونید خیلی بزنیدش بدین که بتونه شما رو بزنه، اون موقع مثلا میایید از دورانس بلید استفاده میکنید. این توصیه منه. ولی کلا این دو تا آیتم یکی شد حد در نمیکنه استفاده کنید، سعی کنید هر دوشون، چون بعدا مجبورین بفروشینشون و ضرر پولی زیادی داره. یعنی مثلا من اگه اینو بخرم، موضوع سر اینه که مثلا اینو 450 سکه میخرم ولی بعدا اگه بخوام بفروشمش، بیاد اینجا، ولی بعدا اگه بخوام بفروشمش فقط این ازم به اندازه ای گوبا حالا 180 سکه میخرید، این چیزی حدود 300 سکه زره. بعد میره سراغ ماناش. اگه احیانا دیدید که به خاطر اون ایتون بخشید به خاطر دبلیتون زیاد مانا استفاده نمی کنید، خوب هدف میگیرید، طرف جاهایی نمیده، خب نیازی نیست که اول این رو بگیرید، اول بیایید سراغ شین که بعد از هر بار که یه ابیلیتی پاور استفاده میکنید حتی که بعدیتون دمیجش دو برابر میشه و هر یک و نیم ثانیه میتونید این کار رو انجام بدین که با توجه به کولدان کوتاه به خصوص کیوتون این خیلی چیز مفیدیه. در نهایت تبدیل میشن اینا به، بعد از اینکه پیک اکس هم گرفتید، تبدیل میشن به مانامون که 35 تا اتک دمیج داده و 200 تا مانا. هر مقدار دمیجی که از اتکی که میزنین، مقداری از مانا که مصرف کردین رو برمیگردونه. بخشید مقداری از مانایی که استفاده کردین به مانو دمیج میزنه و 15% ماناتون رو برمیگردونه. از طرفی 750 تا هم که خب اصلا اینجا هنوز به ماناتون اضافه شده بود، 750 تا کلا به ماناتون اضافه میکنه و این ظرفیتش البته کمتر بود. این ظرفیتش همینه، 750 تا مانه اینه که به این رسیده، نه اینکه مثلا 750 تا مانه جدید. چکمه که براش توصیه شده چکمه گولدان هست که در اصل گولدان رو بهتون میده. موون اسپیدش مثل بقیه هست 45 تا موون اسپید در به جزیه چکمه که سریع تره و سامونر اسپلاتون هم 10% کم میکنه. سامونر اسپلات کدوم ها بود؟ اینا سامونر اسپلاتون که خب اینم خودش امتیاز خوبیه. آیتم بعدیتون فولش زیاده، اگه دیدید زیاد نکشتید به جایی میرین سمت آیتم های دیگه تون، حالا حمله یا مثلا نیمچه دفاعی بگیم، نیمچه دفاعی هم نیست ولی چون این خیلی گرونه. منتها کلیتش چیزای خوبیه، این که اتک اسپید و کولدان ریداکشن میده، این دوباره کولدان ریداکشن مانا و دمیج بهتون میده. اینم هر بار که دشمن رو با بیسیک اتکتون میزنین 2 ثانیه بهتون موون اسپید میده، 20 موون اسپید، ولی خب کلا خوبه. اگه بکشید 60 موون اسپید، یعنی کسی رو بکشید بخواید فرار کنین، این خیلی کمکتون میکنه و در نهایت همه اینا تبدیل میشن به ترینیتی فورس که یکی از قوی‌ترین آیتم های بازی، تقریبا همه چی داره میده. 250 تا هد، 250 تا مانا، 25 تا اتک دمیج، 40 تا اتک اسپید، 40% اتک اسپید با اون اتک اسپید خود این وقتی جمع شه خیلیه. یعنی فکر کنین 40% هم دارین از پسیوتون میگیرین فرضاً، تا 60% گفته میتونین بین این سری باشین و با این 60% 40% 100% یعنی دو برابر میشه اتک اسپیدتون. 20% گولدن اکشن و 5% موومن اسپید میده. تمام خواستی که اونجا داشتین رو اینجا هم دارین، یعنی این موومن اسپیدی که از این میگرفتین، دمیجی که از این میگرفتین رو هم توش داره. اما همیشه به جای اینها اینجا به جای کنم دوباره پریامش نهید بپم، میشه اینا بلد آفتر روین کینگ رو گرفت که 40 تا اتک دمیج میده، 25% اتک سپید و 12% لایف استیل میده. اگه رو با اتک
با ما اتک اسپیده داریم مالوف میدین، یعنی این تون تون میزنیم و از پسیفش دارین استفاده میکنین که باعث میشه اتک اسپید بگیرین، خب این خیلی کمکتون میکنه، چون تون تون که بزنین تون تون هم لایف استیل میگه این دوسته 12%، ولی وقتی زیاد باشه مثلا اگه دمیجتون فرضاً 100 باشه 10 تا بزنین 100 تا هلت گرفتین، کم چیزی نیست این بازی. مثلا تو ترید، مثلا ترید یعنی زد و خورد بین بازیکنام، اون که داره میزنه شما میزنید، ولی این وسط شما یه مقدار هم هلت کردید، مثلا اگه جونتون 1000 انگار جونتون 1100 بوده. ماجیک دمیج هم که داره که اکتیوه، یعنی باید روی این آیتم کلیک کنید روی دشمن بزنید که اون هم 100 تا ماجیک دمیج میزنه و موومنت اسپیدش رو برای 3 ثانیه 25% کم میکنه و کولدانش 90 ثانیه است، یعنی هر یک کنون دقیقه میتونید ازش این استفاده رو بکنید. بلاد ترست 80 تا اتک دمیج داره و 20% لایف استیل داره، که میگم اگه این دو تا ایتم رو با هم داشته باشید که دیگه کوله، که توصیه میکنم اگه دیدون خوب دارین میکشین حتما بگیرین. و در ضمن بسته به حالا اون لبهتون 50 تا 350 تا دمیج رو هم بهتون حالت شیلد میده، این اضافه بر جونتون یه شیلد مانیتی بهتون میده که جلوگیری میکنه از اینکه از جون هستیتون کم بشه. و این اگه دشمن رو نزنید اون مقدار شیلدی که بهتون داده تا 25 ثانیه خورد خورد از بین میره، خیلی دید چطور به این تقریبا نمیشه گفت از بین میره تا اون موقع یکی رو زدیم. موتال ریمایندر 45 تا اتک دمیج میده، 25% آرمور پنتریشن میده، یعنی 25% آرمور یارو رو ندید میگه، یعنی آرمور رزیستش مثلا آرموری که داره مقاومتی که جدا اتک دمیج داده اگه صده مثلا میشه 75. فیزیکال دمیجش هم بازی طرف رو زخم میکنه برای 5 ثانیه تا 5 ثانیه تلپورت و اینو نمیتونه بکنه، دیده میشه تو نقشه. آیسبرگ گاندلت این هم آیتمیه که حالا اینو گفته بسته به موقعیت، ولی اگه دشمن دارید که خیلی سریع حرکت میکنه، مثلا طرف موقعیتون جانناس های سرعت زیاد هکارینه، این رو اگه بگیرید علاوه بر اینکه 65 تا آرمور میده نسبتا دفاعی حساب میشه. حالا میگم چرا هجومیه، به خاطر اینکه حالا 20% کولدان اندکشن داره 500 تا مانا میده، ولی یعنی اون اول بازی اگه به جای ترینیتی فورس خواستین چیز دیگه بگیرین میتونین بگیرین که بتونین از این شین هم استفاده کنین. ولی نکتهش اینه که هر بار که یه ابیلیتی به دشمن بزنین علاوه بر اینکه آدم قابلیت شین رو داره و اتک دمیج دو برابر اتک عادیتون میده، برای دو ثانیه یه محوطه نچندان کوچیکی رو یخی میکنه و سرعت همه رو 30% کم میکنه و این هر یک و نیم ثانیه میتونه اتفاق بیفته، هر یک و نیم ثانیه یه ابیلیتی به طرف بزنین اون محدوده باعث میشه کند بشه. ترینیتی فورس کاری که میکرد به شما اتک اسپید میدوند، این اتک اسپید اون رو میگیره و جمعی میگیره، این هدفش یه نفر بود، اینجا اون محدوده هر کی توش باشه کند میشه. مرکوریال سیمیتار 50 تا اتک دمیج میده، 35 تا ماجیک ریزیشن، اگه طرف مقابلتون مثلا یکی مثلا لاکس بود یا چونم ویگار بود و این هم میتونین این رو بگیرید که ماجیک ریزیست داشته باشه چون این آرمور میداد. این کاری که میکنه تمام اون چیزایی که هر یک و نیم ثانیه مثلا آیتمی که شیلد میده بهتون بلاک میکنه ابیلیتی طرف رو، این کارت کنترلر ها رو یعنی اون جادوهایی که بهتون میخواد که کند میکنه یا میخکوب میکنه اینها رو خونسا میکنه. مثلا اگه قراره 100 تا موومنت بدید میگم بشه 50% کمش میکنه میشه 50 تا ولی فقط یه ثانیه و 90 ثانیه یک و نیم دقیقه کولدانشه. ما آف مال موریتو مال مورتیوس هجی 50 تا اتک دمیج میده، 50 تا ماجیک رزیست، پس اینم برای ماجیک جرگی از ماجیکا خوبه، 10% کولدان اندکشن میده. اگه یه به طور خالص اگه یه آسیب زیادی ببینید جونتون بیاد زیر 30%، این یه شیلدی بهتون میده که جلو ماجیک ها رو میگیره نه اتک دمیج ها، جلو ابیلیتی پاور دمیج هایی که در اصل ابیلیتی پاور میخواین جادو ها رو میگیره. این هم 90 ثانیه کولدانه، این هر 90 ثانیه میتونه این اتفاق بیفته. میخواین دو این شیلد ها اینا حساب کنین، به ایناش هم فکر کنین، به کولدانش هم فکر کنین. لودنزکو 90 تاویتی پاور میده، 600 تا مانا میده، 10% کولدان داکشن میده، یه 10% کولدان داکشن دیگه هم وقتی همشون رو گرفتید میده، یعنی اینو که بگیرید 10% کولدان داکشن داره، بعد وقتی کامل کنین آیتم رو باز هم 10%، یعنی کل آیتم 20% کولدان داکشن داره. و بعد به مرور زمان که دشمن میزنید یه انرژی جمع میکنه و هر چند
بار یک بار، یعنی دشمنی که میزنید یه چیزایی هم یک چیزایی هم پخش میشه به اطراف، گولایی هم پخش میشه به اطراف که چند نفر اطرافش هم تا 4 نفر دور و برش 100 تا بعد یه دسته از 10% بود از ابیلیتی پاورتون به اونها هم دمیج میخوره. من به اینا میگم آیتم های هجومی بیشتر، حالا این نوشته ابیلیتی ولی این گفته اینها هجومی هن. اینها دیگه وقتی که میخواین توش کم دشمن به خاطر لایف استین برای خیلی چیز نیستین، مثلا غم نیستین اینها رو، اینو به خصوص اگه بگیرید چون اینم لایف استیل داره ولی هم اتک دمیج هم ابیلیتی پاور که هر دوش برای رزیلینس خوبه و 15% لایف استیل داره و برای اون چیزایی که مثلا میزنید یه محدوده رو مثلا ابیلیتیتون اینها دمیج بخوره این 30% میشه. پس از این لحاظ هیلر خوبی هم هست، این جونم خوب میده. یه آیتم اکتیو هم داره، میتونید ازش برای شلیک هم استفاده کنید که 175 تا 253 بعد از 30% ابیلیتی پاورتون ماجیک دمیج به اون هدفتون، یعنی پلیر رو دشمن میزنه و طرف رو 40% سرعتش رو برای 2 ثانیه کم میکنه. این ابیلیتی هم 40% کولدانه، 40% کولدان چیز به نسبت پایینی، اونه دیگه یادتون باشه همه حدود 1.5 دقیقه و اینها بودن، این تقریبا یه چیزی حدود نصف اون هست. و اما اگه خیلی دیگه چیز بود، مثلا دیدید دیگه کار به جایی کشیده که 2 لول از حریف جلوین و میتونه با 1-2 ضربه تو آخر جونش ببرین، یه ضربه جونیه رو میبینه، بیاین رادانز دد کپ رو بگیرید که خودش 120 ابیلیتی پاور میده ولی هر چه ابیلیتی پاور دارین 40 تا بهش اضافه میگه، یعنی به هر 100 تا ابیلیتی پاور که دارین 40 تا ابیلیتی پاور بهتون میده. اینجوری حساب کنید. این هم از آیتم های جناب ازریل. من میگم که یک نمونه، پس میگم کمباهاش حتما توی بازی رو خواستید حمله کنید، سعی کنید حتما اول این ای به طرف بخوره، هدف گیریش با توجه به اینکه به مینیون ها اثر نمیکنه، فقط به چمپیون ها میخوره، به اولین چمپیونی که بخوره البته برسه راحته. و با توجه به پسیبایی که براتون گفتم حتما مثل اهره که اول ایش بعد میخورید، میگم سعی کنید حتما اول دبلیوش رو بزنید و بعد حملتون رو انجام بدید. ضمن اینکه خب اگه بخوره خب طبیعتا اون پسیبتون هم فعال میشه، خودش یه استک همونجا اضافه میشه، اینم خیلی خوبه. و حواستون هم باشه که وقتی این کیو رو میزنید یا هر ابیلیتی دیگه میزنید که این کولدانش میاد پایین، دوباره هم یادتون باشه ازش استفاده بکنید. میشه گاهی وقت توی 90 تا 2-3 بار اینو به دشمن زد که خب خیلی اثرش خوبه. این داستان ماناتون هم که سر جوش مانا بهتون میده. خب بریم که داشته باشیم یک نمونه بازی با یک پینگ افتضاح. چون پینگم خیلی چرا خرابه نمیتونم الان تو بازی چیز نمیرم تو بازی اگه نتونم نمیرم، یعنی چون زیر پینگ 150 لگ داره و خب اینا سرجا خوششون رفتن. شما دوتا موندم کجا میخوایم این ریبنت خب پلیر خط تاپ اوریانا میده، منظور مید لینه فارسی و بعد یه سوال هم که عمرن نمیتونه یه دی سی پاشه، پس اوریانا یا باید بیاد پایین یا ایپس یا این دقیقا گیم پلی مشهور زیره که همیجور درمه، شما فهم کنید که اصلا داره درمه، باید بدین که بدونین اون داره اتک سپید میگیره و برای همین اونجوری میشه. یا اوریانا به جان خودم اینو بدوزدی، من میدونم تو زمزمزم مرسی. خب نم آیتما تو به اصلا در نقش ساب میخواد بیاد، مگه میتونه ساب باشه؟ من تا حالا با اوریانا ساپورت بازی نگم ولی ببینم درست میگه ها میتونه باشه، چرا نه، استان داره، کند کردن داره، هیل شیلد نداره. خب ای جان اوریانا بود با تو یکم با پشش کن نداره چون من ای ای ای
یه نه همجور هم پاکتن بدیم. یا خدا ریون از اون بره نقشه داره میاد این نقشه چی کار کنه. اما همون تاپ بمون اینجا چی کار کنه؟ اینجا چی میگی تو؟ نقشه چیه اینجا؟ چند چندی؟ نشی نیستن چی میگی؟ همونجا که دیدین دبلیم رو زدم روی تابه. یعنی از من تو بلیم He doesn't want to play. What? ریکس نمی کنم. بچه ها اجازه می دین بیان جلو اگر چرا اون کارو میکنه نمی فهمم. چرا بعضی ها دوستان دشمنه به بنزیر تاورش؟ خب نه اول بازی راحت میشه کشتشون. ای خدا پیش میاد تو بازی درفت خیلی طبیعیه. مرسی هدفگیری. احتمالا اوریانه ایرانی نیست احکنم اون پینگش. ممکنم که حدس بزن از کره شمالی اون تا کره شمالی اینترنت ندارن اصلا. من به این حدس هم اینی که اونم ممکنه ایرانی باشه. اسم چیه اوریانه؟ فانتزیا لول. نه الان احساس شاخی بهشون دست داده جلو وایسادن یارو دو نفره خفت کنند دو به یک بزن. خب هایی که نزدین؟ دو به یک نزدینش؟ نه بزن یه دون پلیتو بگی بریم. ایوه خب خوبه بریم آیتم بگیریم بیم چیکار میکنی؟ یعنی الان خب مشکل مانع ندارم ترجمه نم اول اونو بگیرم یک کم اف سرعت داشته باشم. Support is giving you free kills. Support مینیونای من ازشون بالا میخورد. چی میگی؟ کمان خشم متر که که تنکی مرسی بین 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 آخ فکرم اینو نمیگیره. نمیتونم پوکم بکنیم. احساس جکی جان بودن داره فعلا. این نکته ای که خیلی به خصوص بازیکنان تازه وارد نمیدونن اینه که وقتی شما میرین توی این لین این لیولی که میگیرین پخش میشه بین سه نفر. این بجای اینکه بین دو نفر پخش بشه تو باتن داره بین سه نفر پخش میشه. میگم طبقا به همون میگم یعنی چون هات گیم ما مثل یه بازی دیگه بود بیام و این هم استاده هم بهش میگم فید دادن. یعنی کاری کردیم که دشمن فید گرفت یا کشته گرفت
و این باعث میشه که گولد بگیره و قوی تر بشه. الان ترکیب این و این حلقه خیلی قویه و اگر این دیوونه بذاره برگرد نمیذارن دیگه، نمیفهمه، پینگم میکنه. اره خلاصه ما تو بازی های چیز خیلی مهربونیم، اصلا دریبری نمیگیم اینا، مدیون فکر کنیم تو بازی های دیگه من غیر اینه، همیشه همین. یکی خوردی آنو مهانیز برش چنجوری گفت کن ای یه سر بود هزار خورده ای بگیم آیتم بگیرم بیرم هزار خورده ای خیلی هم نمیتونی بزنیش خودش دیگه لقمه آماده. آخ یکش چکمه رو گرفته بدم اشکال نداره. نزن اونا رو، میخوام بیان تابه رو بزنم. این کارو میکنه مینیونه میان تابه رو میزنن گولد نمیرسه به ایدیسی. هی اون دوشمنه بزنیم یه زنیم موومنش بیت میگیریم شکل نداره. اینم قبوله، اینم قبوله، خوب است. کم جونم کم شد و اینش کنه تابه رو زدیم در عوض. ای خب چی زیره ندارش در در میری که دستم میشه در فضا زیاد. آها آها بزن قطعی اینجا اینه ازریه نه یکی نیست که خنگ نمیذاره یارو بیاد جلو. گیم یه جلو حرکت بعدی هم میمیره نمیذاره. بتیم فقط شد فقط چه بود عدسه بودا برداشت دیگه ای نشود. هر گونه برداشت دیگر تکذیب میشود. تابه رو بزنیم، تابه رو بزنیم. آخ تابه نه اوچ ببین نزدیک بود. اینه نه این هم داره میاد همه حد زدم اونجا بشه. خب 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 این همه چی رو زدیم. البته اولتیمیت زدیم نه من اولتیمیت زدیم، ایمت زدیم به بدبخت همه چی زدیم. نه خب
میخوری تا دیگه بدون اجازه ADC قدم از قدم بر نداری. سمش بود نزاشون تلپورت کنن. 2000 تا مهم رو کندان و این چی هست؟ نه این آیتم اصلا نه. بریم رو بحث دمیج. نه نه بیشتر دارم رو اتک اسپید مانور میدم. من با ابیلیتی کار ندارم. دمام اینه داره بهم اتک اسپید میده. من این آیتمی که ابیلیتی بگیره نمیگیرم. این آیتمی که دمیج میده. من لایف استیل هم داریم. تک دمیج رو شد صد خورده ای. اوه ستایی اومده اینجا. دمیت هاور ازتون پذیرایی میکنم. نه این برتر به خاطر اون اولتیمیت کسوپیا فوش نیست. اسم این یارو هست مار هست. باز پرید وسط به ستاییشون. واقعا چرا؟ یعنی این کاری کردی که چی بشه اصلا؟ خب چند لحظه بایی میستی؟ من باید یک کار کوچولو دارم. ای شب جاخالی داد. جاخالی هاشون داره خوب میشه. او بی عرب چه قشنگی توز میده دواج میده دواج این جاخالی. درس عبرت نشد دارد نه؟ همین دقیقا از همین اولتیمیتش بدم میاد. تلپورت زد که اونو بزنه بایی کله باش بابا. خوب بود باری کنه باری کنه. نه خوب بود خوب بود. یا استخدوس من با این شوخی ندارم. این دکتر موندو بیاد نزدیکمون دیگه کارش نمیشه کرد. چون این استان داره اونم اصلا بیاد بهمون نزدیک شه مردیم یه جودایی تقریبا. خب شما چی میگفتین؟ یه نصر اجازه بده من بدم شما چی داشتی میگفتید؟ عجب پچه پر روی من ایگنیت زدم اون چیز اون بازی هم این چیز هم داره. باش بذار من اینو بفرستم بمیره اونجا بکشن و بخندم. آها یه دونه دیگه این بخور. اوش اولتیمیتش بود نزده شما بکشنش. بی تربیت اولتیمیت زیبایی زدم ولی اولتیمیت اون چیز کشی بودش میشه. این آقا خوشگله نزدش بکشنش. چرا قورتش دادیم؟ خواستم بکشنش که همه شجاع شدیم رفتیم اون جلو و بزنیم بزنیم.
این هم از نمره بازی و ازویه جالب بود. تا ویدئوی بعدی روزتون بخیر، خدا نگهدار.